وان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زرمهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارم ملاحظه میکنم. آقای دکتر، بهارم گذشت، تابستونم رفت، پاییز رسید. برحال کم کم هوا سرد میشه و چه خبر از دادگاه ها، چه خبر از این بهتر شدن چیز؟ چون ما دیروز یه جایی بودیم، از ما ورودی موقع وارد شدن به اونجا مدرک خواستن که ما دوتا واکسن زدیم که ما پرینت کرده بودیم، بعضیا این اپشون رو نشون میدادن که نگاه کنین درست شده. خلاصه دارن کنترل میکنن، چک میکنن و ظاهرا داره رونق پیدا میکنه این رفتن به فروشگاه های بزرگ، که خب هم مردم میرن به رستوران ها و جاهایی که تجمع های زیادی هست. خب ببینید، الان خوشبختانه آنتاریو، همونطور که در جلسه قبل گفتیم، تعداد کسایی که واکسن زدن بالای 80% و اون رقم خیلی خوبیه. کافی هنوز نیست اما رقم خوبیه. و تعداد کسایی که بیماری کووید میگیرن بیشتر، شاید 80% کسایی که دارن بیماری کووید میگیرن و در بیمارستان ها میرن، اینا کسایی هستن که واکسن ها رو نزدن و این رعایت پروتکل های بهداشتی رو نکردن، حالا به هر دلیلی که وجود داره، حالا یا دلیل شخصیه، دلیل مذهبیه یا مسائل دیگه که وجود داره. به نظر من آنتاریو داره راه خوبی رو پیش میره و با ارائه اینکه کسایی که واکسن زدن میتونن در یک سری از مجامع و اماکن عمومی بتونن ظاهر بشن خوبه. خود منم از جیم استفاده میکنم، هر دفعه که بخوام برم جیم دو تا کارتی که نشون میده که من واکسنمو زدم و همچنین کارت شناسایی هم نشون میدم که بتونم از امکانات عمومی استفاده کنم و این خب یه چیز خیلی خوبیه و توصیه میکنم به همه افرادی که تا به امروز واکسن نزدن، لطف کنن به خودشون، به خانوادهشون، به دوستانشون و به جامعه کاناداییشون، چه در آنتاریو زندگی میکنن چه در جاهای دیگه آنتاریو دارن یا کانادا دارن زندگی میکنن، حتما واکسن ها رو بزنن، رعایت بکنن اصول بهداشتی و که از طریق ادارات بهداشت در سرتاسر استانهای کانادا یا دولت کانادا داره اعلام میشه، تا ما از این مرحله سخت بگذریم و برگردیم به زندگی نرمالی که داشتیم. این به نظر من چیز خیلی خوبیه. بله، ولی اینا فقط کافیه که مقایسه کنن ایرانو. ایران که این همه تلفات میده، اگر دو واکسن نشده بود این همه کشتار میداد؟ نه. ببینید، مسلمه که به نظر من یه مقدار این دوستان با دقت برخورد نمی کنن. اشتباهات تاریخی که ما در طول تاریخ کردیم رو این عزیزان دارن تجربه می کنن. به دلیل که ما در طول تاریخ نباید می ذاشتیم که آخوندا بیان و حکومت آخوندی رو بگیرن و همیشه انتقاد می کنیم چرا پدران ما این رعایت رو نکردن و این کارها رو نکردن. الان کسایی که واکسن نمیزنن و جزو کامیونیتی ایرانی هستن، چه در کانادا چه در سرتاسر دنیا، اینها بزرگترین اشتباه رو دارن میکنن به نظر من. دلیلش اینه که پروتکلای پزشکی مشخصه، به اضافه پروتکلایی که توسط جوامع علمی در سرتاسر دانشگاه‌های دنیا همه بلا استثناء تزریق این واکسن‌ها رو الزامی میدونن برای یک جامعه سالم و یک جامعه که بتونه پویا باشه و یک جامعه که بتونه حرکت بکنه. و خب متاسفانه اگر کسی رعایت نکنه، مهم نیست کجا هست، مهم نیست که اگر رعایت نکنه هم خودش به خطر اندازه هم به دیگران. اونایی که در ایران هستن خب یه مقدار شاید عذری داشته باشن که بگن خب ما واکسن نداریم یا واکسنمون خوب نیست، ولی برای عزیزانی که در کشورهای کانادا، کشور آمریکا و کشور مثل اروپا، کشور اروپایی زندگی میکنن، به نظر من هیچ عذری موجه این عزیزان ندارن و اگه اتفاقی برای خودشون، برای بچه هاشون یا برای پدر مادرشون یا برای کسایی که باهاشون دوست هستن میفته، به نظر من اون مقصر باید خودشون رو بدونن. از این لحاظه که قبل از که دیر بشه من توصیه میکنم همه واکسن ها رو بزنن که خدای نکرده با مشکل
جسمی، روحی و روانی دچار نشن. بله، این شما که فهمیدین که حدود 80% کسانی که مریض میشن کسانی هستن که واکسینه نشدن. من شنیدم که بیش از 90%، 95-96% اونا هستن، 5-6% کسانی هستن که واکسن زدن ولی خطر مرگ به اون سراغشون نمیره، خطر مرگ نداره و بیشتر تلفات مال کسانی هستن که اصلا واکسن نزدن. حالا فرض کنید که اینا سالم موندن، بقیه کسانی که واکسن زدن رفتن، خب این 5%، 6%، این 10% بمونن بدون اون 90%ی که رفتن، عزیزانشون رو از دست دادن، یعنی یه چیز غیر منطقی به نظر میاد. آقا باید هم نگیم که حتما طرف میمیره، اینم به نظر من تنها انگیزه نباید باشه. این در طول 2 سال گذشته یا شاید 1.5 سال گذشته یا 2 سال گذشته که این ویروس خطرناک رو چینی، دولت چین به ملت‌های دنیا به نوعی تحمیل کرد، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، و دولت چین اینو با کارهای خطرناکی انجام داد باعث شد که دنیا به این مشکل بیفته. به نظر من بحثی که وجود داره برای این عزیزان اینه که حالا که اگر من بگیرم نگاه کنن کسایی که گرفتن چه مشکلات جسمی، چه مشکلات ریوی، چه مشکلات کلیوی، لیور، قلب، مغز، یعنی مشکلات متعددی کسایی که گرفتن و هنوزم باهاش درگیرن. یعنی این نیست که شما بگیری بری 5 روز بیمارستان بعد بیای بیرون، بلکه این دیگه با آخر عمر با خود میمونه و این خطرناکه. مشکلات موندگار، این عوارض موندگاره. و در ارتباط با آماری که شما دادید، من آمار 80% میگم مال چند وقت پیشه که من داشتم روزنگرم و آپدیت نیستم به دلیل مشکلات کاری و حقوقی و حضور در دادگاه. آپدیت خودم رو نگر نمیدارم که بگم، و مسلمه که آماری که شما میدید دقیق تر از منه، ولی آماری که من داشتم مال چند هفته پیش بود و 80% آمار خیلی بالایی بود که میتونست چیز کنه. حالا مال شما که 90 خورده ای که مسلم دقیق تر از مال منه. بله بله، هر حال اینم از این، امیدواریم که مردم عاقل تر از این عمل بکنن، اون کسانی که واکسن نزدن واکسن بزنن و جونشون رو نجات بدن، صرفا اصیل یک تئوری توطئه نشن. های دکتر، برگردیم به کار خودمون که فامیلی لا و کورپرات لام هست؟ بله، ما در زمینه کورپرات لام فعالیت داریم. چی هست این فرق اینا؟ کورپرات لام مربوط به بخش حقوقی میشه که از زمانی که یکی از عزیزان مایله که یه شرکتی رو به ثبت برسونه، فعالیت اقتصادی بخواد بکنه و از اونجاست که معتقده که به جای که یه شخص حقوقی حقیقی باشه فعالیت بکنه و مسئولیت نامحدود داشته باشه، وارد مسائل حقوقی بشه و یه شخصیت حقوقی درست بکنه که که این یک فرضیه قدیمیه که سالهای سال در کشورهای مختلف اجرا میشه و در ایران هم اجرا میشه، که ما در ایران به نام شرکت‌ها با مسئولیت محدود داریم یا سهامی خاص داریم یا شرکت‌های تعاونی داریم. در کانادا هم خب ما عملاً کورپوریشن‌های مختلفی داریم که یکی از معمول‌ترین کورپوریشن‌های ما که به طور معمول چیز می‌کنن همون محدود کردن فعالیت‌های محدود کردن مسئولیت شخصی و فعالیت‌های حقوقی در زمینه‌های مختلفه. تمام فعالیت‌هایی که تمام شرکت‌های کوچیک می‌کنن به عنوان اسمال بیزینس تا شرکت‌های بزرگی که انجام میدن که میلیاردها دلار دارن رد و بدل می‌کنن در معاملات حقوقی، اینا همه توسط شرکت‌های حقوقی انجام میشه. کورپرات لا یه بخشی هستش که اگر عزیزی بخواد فعالیت تجاری داشته باشه، بهترین کارش اینه که یک شرکت تأسیس بکنه. توصیه قوی من اینه که شرکتی که تأسیس میکنید حتما توسط یک وکیل باشه. امروزه خب دسترسی به اینترنت رو من میبینم هست، خیلی هم خیلی کارا میکنن، ولی وقتی که میری توش به اشکالات میخوری، بخوای اینها رو درست تأسیس بکنی، شاید هزینهش بیش از اون هزینه اولیه باشه که بخوای شرکت اول رو راه بندازی. یعنی اگه شما با یک وکیل صحبت کنید و بتونید اطلاعاتتون رو به وکیل بدید و این وکیل این کار رو انجام بده، در نهایت بهتر از این میمونه که شما یه اشکالی رو در اساسنامه شرکت درست بکنید، بعد بر اساس اون اساسنامه کارهای قانونی دیگه‌تون رو خراب بکنید، بعد اگه بخواید اصلاح کنید اساسنامه رو، دوباره یه هزینه دیگه میدی که اون اشتباه همیشه در شرکت وجود داره و تو اسناد شرکت نشون داده میشه. به اضافه اینکه خب وکیل که بخواد این کار بکنه، اصلاح بکنه، پولی که میگیره دو برابره کار اولیه است، چون باید یه چیزی رو شناسایی کنه، مدارک تنظیم کنه، بعد اصلاح بکنه. به نظر من بهتره که روز اول
اگر شما میخواین کاری رو شروع کنید حتما با از یک خدمات یک وکیل مجرب توی این زمین استفاده کنید. دومین بحثی که از اینه که اگر شما قراره که در مسائل کورپرات لا شریک داشته باشید، به نظر من الزامیه که شما از خدمات یک وکیل استفاده کنید. ما چندین بار تا حالا داشتیم که شرکتنامه‌ای رو زدیم و کاری حقوقی شرکتی رو درست کردیم، بین شرکای خلاف افتاده، وجود وکیل در روز اول و راهنمای وکیل در روز اول کمک کرده که اینا بدونن که با مشکلات بعدی مواجه بشن و دردسرهای حقوقی لایبلیتی یا دعوا در دادگاه‌ها رو بخوان داشته باشن، بتونن که از روز اول خطوط مشخص باشه، تعهدات مشخص باشه، مسئولیت‌ها مشخص باشه، قدرت هیئت مدیره مشخص باشه، قدرت مدیرانی که قراره تو شرکت کار کنن مشخص بشه که بر اساس اون بفهمن که با وجود وکیل چه کار میتونن بکنن که کارها بعداً به دعوا در دادگاه ها نینجامه. ما الان مثلا پرونده هایی تو دادگاه داریم که بسیاری موارد شرکا درگیرن با هم دیگه و از روز اول مسئولیت ها مشخص نشده، اسناد به طور قانونی مشخص نشده، بعض مواقع فرد احساس میکنه شریک در حقیقت شریک نیست. چرا؟ به دلیل اینکه تعهدات قانونیش رو به عنوان یک شریک انجام نداده، شریک کارهای قانونیش توسط هیئت مدیره تایید نشده. و وقتی که تو دادگاه مطرح طرف میگه من شریکم، ما میگیم شریک نیستی، به دلیل اینکه تعهدات قانونی تو انجام ندی، شرکت شخص شما رو به عنوان شریک ریکوگنایز نکرده، به رسمیتتون نشناخته. از این لحاظه که من فکر می‌کنم که اگر شما می‌خواید هر کاری رو بکنی، بهتره که یک بخش از اون هزینه سرمایه‌گذاریتون، حالا می‌تونه 50,000 دلار باشه، می‌تونه 100,000 دلار باشه، می‌تونه 1,000,000 دلار باشه، یه بخش رو واسه سرمایه انجام کارها توسط یک وکیل بگذارید که بعداً با مشکلات قانونی مواجه نشید. وقتی که از سرویس یک وکیل می‌تونه استفاده کنه، یعنی از خدمات یک وکیل که سال‌هاست تو این زمینه کار کرده، تجربه پیدا کرده، مشکلات قانونی تا اونجایی که تجربهش اجازه میده میتونه بهتون بگه. از شما که هیچ تجربه ای ندارید میتونید از اون تجربه استفاده کنید و دارید پول اون تجربه رو میدید، نه اینکه چهار تا ورق باشه که بهتون عقب جلو بکنه، بلکه دارید از سرویس استفاده میکنید که اون وکیل تعهد داره بهتون میده، که از سرویس استفاده میکنید که یه وکیل باید به شما ارائه بده و اون سرویس میتونه حقوق شما رو ملفوظ کنه. این به نظر من خیلی اهمیت داره و این بخش کورپرات لاه. یعنی این اصولا برای کورپرات لا حتما باید وکیلیه، اصلا نمیشه اون سول انترپرنورشیپ به اصطلاح که تکی هستن، مسئولیت با خودش سول پروپرایتورشیپ. بله بله. ولی به کورپوریشن که میرسه برای حفظ خودشون که اشتباه نکنن در مقابل مثلا شرکا و کسان دیگه، بهترینش اینه که از همون اول همه چی قانونی باشه. اینجا کشور قانونه و به صورت کشور هر دنبیل و هر کسی هر کاری کرد نیست، چون قانون اینجا یه وقته خیرشون میگیره دیگه رهایی نداره و کلی ضرر میدن. ببینید مشکلی که وجود داره اینه که وقتی عزیزان وارد دعوا میشن، هزینه های دعوا در هر پرونده واقعا سنگینه. به عنوان نمونه من میگم اگر کسی وارد دعوا میشه، همچین که پای کورپرات یا کامرشال لیتیگیشن مطرح میشه، اولین کاری که وکیل میکنه بین 5,000 تا 10,000 دلار ریتینر از شما میگیره. نتیجه هم آنونه. وارد یه پرونده میشه که شما نمیدونی چه نتیجه ای داره، داستان و شرایطی که شما میگی با داستان طرف مقابلت فرق میکنه، و وقتی که پرونده ارسال شد به دادگاه تازه مراحل قانونی شروع میشه، هزینه ها شروع میشه. و خیلی راحت ممکنه با 30,000 تا 60,000 دلار هزینه بیای بیرون، در حالی که اگر این کار روز اول توسط یه وکیل انجام داده بودی هزینه هیچ وقت 5,000 دلار هم نمیشده، به اضافه اینکه اعصابت خورد نمیشده، به اضافه اینکه راه حل ها مشخص بود. روز اول شما گفته بودی من فکر میکنم که این کار رو باید بکنم و چون باید این کار رو بکنم این قرارداد رو بستی. به عنوان نمونه میگم، من چند سال پیش بود یه موکل من، دو تا موکل اومدن یه بیزینس رو خریدن. خب ما در همون موقع قرارداد بین سهامداران نوشتیم که هر کس که هر موقع خواست
میتونه ابلاغ بده اینقدر سهام شما رو ما میخریم. خب مبلغ مشخص بود که به اصطلاح هر کس که هر چقدر میخواد میتونه سهم طرف مقابل رو بخره و طرف مقابل باید بدونه که چیکار باید بکنه، یا اینو قبول کنه یا رد بکنه یا چیکار کنه. ولی بعد از چند سال یکی از شرکا گفت من میخوام بیام بیرون، اون طرف مقابلم گفت نه، نمیام بیرون، نمیخرم، نمیفروشم. قانون هم میتونه اینجا چنین ادعایی بکنه که خب اگر قرارداد باشه که قرارداد راه حل ها رو مشخص کرده باشه، خب مسلمه که میتونه. بحث من هم این بود، چون من موکلم در حقیقت کسی بود که میگم یا میخرم یا میفروشم، آزادم بکن، نمیخوام دیگه شریک باشم. به طرف مقابل گفتیم کنیم ببین یا باید بخری یا باید بفروشی، ما این رقمو میذاریم، شما اجازه داری که یا مچ بکنی یا بالاتر بگی یا پایینتر بگی، هر کاری بخوای بکنی بکن. نمیتونی این مطلب ادامه پیدا کنه. و اگه نکنیم میریم دادگاه درخواست میدیم که سهام آقا رو خریدیم به این دلیل، قرارداد از اول هست. چون قرارداد بود و این عزیزان یه هزینه ای رو روز اول بابت این قرارداد داده بودن، این سیو کرد که موکل من بخواد، اگر این قرارداد نبود موکل من بعد بود پرونده دادگاه دستور فروش از دادگاه میگرفت، یه چیز حدود 20 تا 40 هزار دلار هزینه واسش بود، چه اپلیکیشن اولیه بعد بره در مقابل طرف مقابل دفاعیه مطرح کنه، این جواب دفاعیه بده، بعد پرونده بره تو روال عادی 6 ماه 1 سال که این بیزینس رو میخوام بفروشم و این شرط داره. توی مدت وقتی دو تا شریک با هم اختلاف مالی دارن بیزینسی نخواهد چرخید، دعواست و اون میخواد بخره، اون میخواد بفروشه، نفروشه، یه بحث وجود داره، بحث این که کی سرویس بده، کی به بیزینس برسه، اون میخواد بیزینس رو به قیمت مفت بخره، میاد فروش رو پایین میاره، پروداکشن رو پایین میاره، کارا رو پایین میاره که مشتری ها بذارن برن که قیمت پایین بیاد، خب کی بخواد بیزنس مرده رو بخره. این قرارداد ثابت کرد که اهد اجازه نمیدن میشه کدوم این کارا رو بکنی، حق نداری که بیزنس از اردن کورس آفت بیزنس بیاد بیرون، روال عادی شرکت باید جلو بره، کارا به طور قانونی باید انجام میشه و چون باید انجام میشه قرارداد وجود داره من میخرم، اگه نمیدی میرم دادگاه و اگه برم دادگاه هزینه دادگاه رو از حالا دارم بهت میگم تو باید بری، چون تو قرارداد مشخص شده، هر کی بره دادگاه مقصر مشخص بشه و شرایط این قرارداد رو اجرا نکنه معذب هزینه دادگاه طرف مقابل رو بده. سری طرف مقابل نشه سر میز مذاکره، قرارداد انتقال سهام صورت پذیرو، پولا رد بدل شد و کارها انجام شد. خب هزینه ای که موکل من و طرف مقابل باید میداد نسبت به این حتی برای انتقال سهام خیلی ناچیز بود، حتی به ریتینر یه وکیل 5 که هر کدومش 5000 دلار اول به وکیل میدن تا پرونده مطرح شد تو دادگاه نبود، هزینه‌های دادگاه هم ندیدن، وقتشون هم تو دادگاه تلف نکردن، هر کی رفت سمت بیزینس خودش و کار خودش. اونو که بیزینس خرید به بیزینس جذبید که رشدش بده بهتر، اونی هم که پولش گرفت رفت با اون یه بیزینس به دیگه‌ای رو بخره و به کارهای قانونیش برسه. یعنی میخوام بگم که وجود یک وکیل از روز اول کمک میکنه که این مشکلات حل شه. ممان نمونه دارم، من امسال یه دونه پرونده‌ای داشتم که 3 نفر می‌خواستن این بیزینس رو تشکیل بدن، ولی ما را مشکلات قانونی بهشون گفتیم، کارا رو گفتیم، راه حل رو گفتیم، راه حلی که کمترین هزینه رو به عهده داشت و میتونست بهترین نتیجه رو برای موکلا به در پیش‌بینی کردیم. خب اینا با این مشکلات اول کار اختلاف پیدا شد و اصلا مشکلشون به اصطلاح نتونست جلو بره و بیزینسشون نتونست جلو بره، ولی شرکت تونست سر جاش بمونه بدون این اختلافه، با کمترین هزینه شرکت سر جاش بود و مشکلات حل کرد برای موکل ما. یعنی میخوام بگم بحثی که وجود داره اینه که وجود یک وکیل، تجربه وکیل میتونه کمک کنه از اینکه شما یک هزینه سنگینی رو در دادگاه ها ندی، جلوگیری کنه اینکه هر موقع که عزیزان به دادگاه مراجعه میکنن اول دشمنی و دشمن تراشیه. یعنی کاری که ما نتونستیم از طریق وکلامون با صلح و سازش به مسالمت آمیز حل کنیم، به دشمنی و دشمن تراشی می انجامه. غیر از اینکه هیچکس فراموش نمیکنه که 20 تا 50 هزار دلار رو تو دادگاه هزینه کرده سر هیچی، در حالی که روز اول میتونست این کار رو انجام بده به خیلی راحت، و اینکه اون اعصاب خورد کردن
اون وقت تلف کردن، حضور در دادگاه، حضور در دفتر وکیل، ساعت ها وقت صرف کردن که بتونن پرونده رو آماده کنن رو هیچ کدوم از اینا آرام نکرد. بله، به قول معروف چرا عاقل کند کاری که بر دوشش نهن باری. عرضم حضورتون که این حرفای شما بسیار شیرینه، ما اگه اشکال نشه هفته دیگه هم ادامه بدیم. من متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، گرچه دوست داشتیم که بشنویم، ولی بقیه‌اش رو هفته دیگه ادامه میدیم با هم. موافقی؟ در خدمتون هستم. شما بفرمایید. استدعا میکنم با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین بچهای اتاق فرمان و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی‌تی‌سی که این برنامه رو میبینن. امیدوارم که مطالب این حقیر مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا هفته آینده. تا هفته آینده، خدا نگهدار.